شودی نیشود یوراتون بود دوستانی گیرومی مخلصانی فوتبال این بود برنامه گیر دیگر دسته است و من علویدین بوریف امروز با شما درباره دسته خطلونی بختر گام میزنم سخن میکنم و اینجا حضور دارن اسدین حبیبلویف سرمربی این دسته خوش اومدید به برنامه ما جای پنجم برای شما ناموفق بود یا چی گونه بله درست قای کردید البته هر یک مربی در لحظه خود سپارشوی بالا میموند ارزوی حواسی اون رو دارد که نتیجه خوب نشون دهد ولی بسیار حالتهایی میشود که البته از سرمایه و بستگی ندارد و به هم نگاه نکنه و کوشش غیرت کرده است که با در سال آینده خوشن در موسی سال 2022 باز به نتیجه خوبتر نویل گردیم دوستان گیرومی اسدین حبیبلویف اولین مربی در تاجیکستان هستند که شرطنامه خود رو در دو موسم آینده با کلوب به امضا رسانیدند چون که اگر در خاطر داشته باشد شرطنامه بازینگران همچنین مربیان تا هنوز معین نیست که کدام دسته با کدام مربی شرطنامه بسته است و مدت شرطنامه هم یک سال است شما دو ساله بستید خرسند هستید پیشتر یک ساله بود بذارم پیشتر هم دو ساله بود من طلب خواهش رو داشتم که سه ساله امضا کنیم برای اینکه برای نتیجه های نظررس رو نویل شدن برای مربی یک سال کم است دو سال هم کم است برای زینه به زینه ساختن دسته پرزور کردن یون و راه رو برای نتیجه های نظررس به دست آوردن سالی زیاد طلب میکنند و این سال من با دسته خطلون با رهبریت دسته خطلون محترم استروی شریفوف چخلی خای کردید شرطنامه دو ساله بستیم این از اون شهودت میتهد که اون نتیجه‌ای که پیشین ما داده بودیم برای رهبریت دسته کلوب خطلون فکر میکنم که قناعت بخش است برای همین به ما پیشنهاد کردن که با شرطنامه نو امضا کنیم و با مسئولیت دو طرفه ما دو ساله شرطنامه بستیم با رئیس کلوب دست اخیر دوستان گیرومی بیاید اول توجه میکنیم با جدول موسم سال 2021 که به پایان رسیده است و اینجا طور ما و شما میبینیم دسته خطلون در زینه پنجم جایگیر شده است از روی نوبت ما میخواستیم با استرافشان اینجا برنامه ما رو ادامه دهیم ولی استرافشان راهو بسته هستند و روبرت اون به این نمایش اومده نتوانستند خوب برنامه ما شدیم که شما تکلیف ما رو قبول کردید خطلون 27 واخوری گذرونید 10 غلبه 6 مساوی و 11 باخت 33 و 36 امتیاز از نتیجه های به دست اومده شما ممکن روزی باشه طوری گفتید زینه پنجم از دو سال پای در پای اما صفت بازی اتون در این مورد چگونه بود؟ باید یک چیز قید کرد که موسمی گذشته رو ما از روی چی میگویند؟ با قیدگیری فوتبال بازون 18 نفر بازینگر در حیات نامنویس کرده بودیم ولی متاسفانه از روزهای اولی موسمی همین ساله بازینگرهای ما پرابلم و با حجات گذاری بود خصوصا با تونی بیکتال، جون گاتین یک بازی کرد و بعد یکم بازی علاقه حجاتش تخت نشده بود چند بازی اشتراک کرده نتوانست تونی بیکتال همه فقط که در دور 16 با دست هم روشید و در این بین بازی یک بازینگر لیگانی رو ما نامنویس کرده بودیم ابینیزا که بعد دور دوم اون دسته رو ترک کرد و باید یک چیز رو قید کرد که در دور سوم چمپیونات وقتی که ما با دسته دوشنبه در سفر بازی داشتیم بازینگر جوان امیدبخش ما صفیالو نظرزاده لات برداشت و به جای او بازینگر خط مبان یکی از بازینگرهای تجربه پیشتر تجربه دار بازینگر تیم منتخب امیدجان شریف به میدان برآمد ولی متاسفانه بعد همین بازی دیگر در موسم نظرزاده صفیالو اشتراک کرده نتوانست و امید شریف هم و با سبب های معلوم از تاجیکستان به مهاجرت رفتن و امیر قید کرد که اولی موسم علاقه حیات ما 13 نفر ماندن و البته یک دشواری به ما پیش آورد ما مجبور شدیم که در این سمت کار کنیم فعالیت کنیم در هر یک بازی که به ما پیش می آمد با ستاد مربیان با یاردمچیان مهروب زاوربک مجبور میشیم که بازینگر رو جوش ایواز کنیم برای اینکه پرابلم ما اساسی در خط مبین میدان بود و دو بازینگری که نام بردم علاقه لات برداشتن و بازینگرهای لیگانی دست رو ترک کردن با سبب های معلوم برای این پرابلم بسیار بود و از همین سبب ما در اول موسم اون نتیجه ای که میخواستیم به دست آوردن نتوانستیم سوال گیروی بیاید اول شدوسه کنیم با اسدین حبیبلویف اسدین حبیبلویف زاده تاجیکستان هستند سرمربی کلوب خطلون 5 مارس 1971 در تاجیکستان به دنیا آمدند در دسته های فیضعلی سعیدوف وحش دینامو و سیمرغ ازبکستان بازی کردند باعث سرمربی و مربی در دسته های خطلون استقلال و دسته های منتخب تاجیکستان نیز فعالیت خود را بردند در حیط دسته یکشنبه تاجیکستان 24 واخوری رسمی گذرانیدند بازینگری بهترین سال 2003 و مربی بهترین سال 2009 همچنین کارمند شایسته ورزش تاجیکستان و مربی شایسته ورزش تاجیکستان مربی خزبنشنده
مربی خدمت شده تاجیکستان آفرین دوستان گرامی چیزی دیگه که من میخواهم بگویم اصلی حبیب‌اللهیف همچنین فوتبال بازی هستند که از دست پیشوای ملت اساسگذار سرود والد ملی پرزیدنت کشور ما صاحب افتماشین شدند این هنوز سال 2004 بود وقتی که دسته منتخب تاجیکستان با بحرین بازی کرد و دو پنالتی رو محض اصلین حبیب‌اللهیف در زمان دسته منتخب تاجیکستان برگردانیده بودند از یادتون نرفته است و ماشین هم تا حالا هست این البته در حیاتی در فعالیت کره من همچون فوتبال باز همچون مربی یک صحیفه تاریخ یک صحیفه علیحدہ جوگیر است این رو بسیار هم مخلصان سابقه دار نقد میدونن که جای وا خورن با من البته این روزو به یاد میارن این بازی چه درست قید کردید 31 مارس سال 2004 در میدان در ورزشگاه مرکزی اولین مرتبه با اشتراک جناب بیولی محترم ایمان رحمان شرکت ورزان در بازی و خیلی قید کردید بازی با حساب 0-0 با انجامه و در دوام 9 دقیقه دقیقه 28 و 37 قسم اول داور از دولت سنگاپور با دروازه ما دو مرتبه جریمه 11 متر تعیین کرد ولی با خرسندی میلیون ها مخلصی فوتبال تاجیک و من میسر شد که هر این ضربه رو برگردونم و من افتماشین سبورک تقدیم کردم که تحول و خدمت ما رو کرده استوده است آفرینتون بود با هر نقد دوستان گرامی اصلین حبیب‌اللهیف تقریبا بیلیت از کوچه به فوتبال آمدند و یک نفره هستند که در دسته های دیگر هم شرکت کردند خب دوستان گرامی یک بار دیگر توجه میکنیم به نتیجه هایی که اصلین حبیب‌اللهیف با دسته خطلون به دست آوردند خب اینجا من ظهوربکوف رو میبینم این بازیگر هم این مربی که اولو هست یک بازیگری خیلی خوبی دسته های تاجیکستان بود این نتیجه های شما من میبینم که اینجا توپ ها نتیجه توپ ها بسیار هم نسبت به سال های پیشین فرق کننده است بوری اول میبینم که وحش 30 توپ میزند و 33 توپ میگیرند این از اون است که کوهی گوتسون خوب بازی نکرد خوب ما کوهی گوتسون رو هم داریم بیاید با کوهی گوتسون توجه میکنیم و بعدا با مربی با دیگر بازیگرانی که هستند کوهی گوتسون دوستان گرامی این لیگیانر بعد اونکه با دسته خطون اومد جای خود رو پیدا کرد 21 بازی یک مرتبه از میدان گرفتند دو مرتبه به میدان در اومده است 1719 دقیقه بازی کرده است یک کارت زرد دارد یک مرتبه بازیگری بهترین 22 توپ از دروازه گرفته است این بسیار نیست البته بسیار است برای دروازه‌بان سطح بلند برای بازیگری دروازه‌بانی که در لیگ عالی برآمد میکند و چخلی که اگر قید کرده باشید سال گذشته سال 2020 چه موسمی سال 2020 کوهی گوتسون بیشتر بازی کرد ولی در این سال ما مجبور شدیم که در دوام چمپیونیت چند مرتبه او رو با کرسی احتیاطی شنیم چون که سبب دارد سببش در اون است که در چند بازی خصوصا بازی های حال طلب شخصا کوهی گوتسون با خطاگوی دخل راه داد و سببش در اون شد که ما از خالهای گران بی نصیب شدیم خصوصا بازی با دسته خوجان دو مرتبه یک مرتبه با دسته فایسکان با دسته استقلال چیزی که دریو داشته باشین در دقیقه 83 فقط ما گل سر دادیم این هم با یکی از خطاگوی دغل در روزبان کوهی گوتسون بود چرا شما شهرام اسماعیل رو 8 مرتبه در بازی گذاشتید ما اول خواستیم که بیشتر توجه کنیم به دروازه‌بان لیگیانر خودمون لیگیان کوهی گوتسون ولی تجربه نشون داد که باید ما با شهرام نیز کمی شانس میدادیم برای مهارت ورزشی خود را مستحکم کردن ولی رفتی فعالیت کوری شهرام اسماعیلوف چنین نشون داد که بسیار وقت با تمرین ها با بازی ها با سطح تیار لازمی حضور نمیشد و پرابلم های اویلوی داشتن و همین رو به نظر گرفتم و تکیه پورا کردیم با کوهی گوتسون و در دوم چمپیونیت چه که شهید بوده چند مرتبه تکرار کردم کوهی گوتسون با دغل های با خطاگوی دغل در وقت بازی رخ داد و مجبور شدیم که شهرام اسماعیلوف به دروازه مونیم تا که کوهی گوتسون حس کند که او نسبت خود یک رقیبی دارد رقوبت پذیر است و همین رو حس کند و متاسفانه وقت کمتر بود فرصت کمتر بود و چمپیونات با آخر رسید برای همین شهرام اسماعیلوف در واسه مسئول کمتر برآمد کرد شرطنامه شما در مورد شرطنامه گفتیم که دو ساله شرطنامه دارید بازیگران شرطنامه دارند یا ندارند شرطنامه هم به انجام رسیده است در حیات ما چیزی که شما شاهد هستیم بسیار بازیگران جوان بازی میکنند بسیار آنها دو ساله
شرطنامه دارن، بعضی هاشون یک ساله، شرطنامه هاشون به انجام رسید، ولی باید امیر رو قید کنم که با تشبوس و فعالیت سمرانوک رهبری دسته، بودجه دسته ما این سال باز زیادتر کرده شد و همین رو به نظر گرفته، اون بازینگرانی که با ما شرطنامه هاشون با اخیر رسید، با آنها پیشنهاد کردیم که شرطنامه نامی امضا کنه و بازینگرانی هستن که شرطنامه هاشون هم در عمل است تا سال موسم 2022 تا آخر سال موسم 2022. شما با او کمتر باوری میکرد از همین سخنهایی که شما گفتید با او شرطنامه میبندید که گفتون با او گفتش این رفته سود است اگر که خواهد این سال با ما کمک کردن البته شرطنامه میبندیم. خطاگی همه صادر میکنند، خطاگی همه خدر نه تنها در روزبان فوتبال باز ما هم نیز مرابی و خطاگی صادر میکنیم، ولی یک عمل درستش این است که همون خطایی رو ما باید درست در کنیم و راه درست اصلاح اون رو جستجو کنیم و حرکت کنیم، همون اصلاح خطایی رو صادر نکنیم. فکر میکنم که گوتسون یک دروازه‌بان خوب است، برای اینکه من بسیار اهمیت میدم وقتی که اون کد به خطایی صادر میکنند دسته با سبب خطا کردن گوتسون و شکست دچار میشد بسیار غمگین میشود و تو همین غمگینی که او دارد در چشمون در روحی در چوگیم در افت یخ فوتبال بازی محلی دیده نمی شود. بسیار بازینگری است که همون خطاگی رو بسیار مضمون حس می کنه. البته همین خصلتش بسیار به من معقول است. این سال خطی محافظت شما هم چون گفتیم ملکای شما 33 توپ از دروازه گرفتید اونجا کمبودی اون رو هم بود. بله وقتی که ما حرکت میکنیم که وقتی که کماند با شکست دسته با شکست دشور می شود همون کمبودی رو با اگر دقل هم شود به زبان او دیگه مگر در گردن یک از بور نمیکنیم، حرکت میکنیم وقتی که دسته به شکست دچار میشود همین مسئولیت مسئولیت رو همه در کنند، چی بازینگری خط احتیاطی کرسی احتیاطی باشد، چی بازینگری حیات اساسی مربیان حتی دختران باید همین حس کنند که در کنند که حقیقتا همین یک ذره یک حصه نیست ذره اونی هست، برای همین حرکت میکنیم که بازینگر وقتی خطا میکنه دستگیری کنیم، یک بو یک روح روانی چخیل گنوهی رو برای بازی آینده با اموده سازیم تغییر رو بعد، برای اینکه وقتی که خطاگی سوگیر میکنه اگر با یک کس تکیه کنیم که تو خطا گیم اگر ممکن که وای از جهت روانی اموده نشد با بازی دیگر، چون که حیات احتیاطی ما کرسی احتیاطی ما رو وادار میسازد که همین خیلی مناسبت با فوتبال بازون کنیم که هر لحظه هر دقیقه باید اومده باشد. رفشان عزیزوف شما بیشتر با او باور دارید یا با دیگر بازیگرانی که در خط حمایت هستند؟ رفشان عزیزوف ما اینجا داریم اسنادی که درباره او نشون میدهند. در دسته ما بسیار بازیگران سنی از 20 تا 25 ساله. رفشان عزیزوف یگانه بازیگری است که خطا نکنم اگر یک 34-35 ساله شده لکای و بازیگری با مهارت است. یک خصلت خوبی روشن عزیز در اون است که بسیار بازینگری با تربیه است، وقتی که مربی یگان سخن میگوید کمیدیش رو میفهموند او رو درست درک میکند بازینگری با تجربه است، در میدان اگر خطا نکنیم یک یووری ما هست. او رکوردسمن شما هست 8 کارت زرد. بله هم یک برای همه بازیش کمتر است در وقتی چمپیونت، از همین سبب بعد یک حالتی بود که وای نیز با بیماری کمتر دچار شده بود، گرفتار شده بود، از همین سبب در رفت چمپیونات در بازی اشتراک نکرد، ولی باز میگم تکرارم شود خصلت خوبش همیست است که بسیار بازینگری با تربیه هست. محمد ناسکوف بازینگری جوان است و چقدر که با زبان روسی میگم بسیار ایموشنالی هست، ایموشنالی، حتی پیش از بازی هم بعضی دوباران با اون مراجعه میکنند که اکای اسید التیموس هم ناسک رو گپ زنید که با کاری ما دخالت نکنه دوسته، یعنی با دوارون در وقتی احساسات بسیار در احساسات داده میشه با دوارون با بازینگران حریف، حتی حالت هایی میشه که در وقتی تمرین با بازینگران خونم بعضی وقت با جنجال و خرخوشه میگذرند، ولی همین حرکت نه که همه ایرمون از نقطه نظر خودمون دور نمونیم. این یک کارتی سرخش از همین خطیر است؟ بله از همین خطیر است. چهار کارت زرد یک سرخ دارد، خوب یک مرتبه ایواز شده است. بسیدو بوزی این خیلی خوب است. لیکن بسیار بوزینگاری چولوک است، بوزینگاری با مهارت است. فکر میکنم در رونده از یکی یک از بوزینگه های بهترین خطی دفاع می شود. در خطی دفاع شما بغیر از این نفران کلو ما گفتیم بوزی دیگر بوزینگران هستند. تکای شما من فهمیدم که شما نسبت به عزیزوف نسبت به ناسکوف بسیار خوب موبیل دارید. بوز با کمکگرانی که در دیگر
گوشه ها بوجود میکنن در برای اینو چی گفتم ممکن است در خط دفاع البته این سال ما امید داشتیم با بوزینگر لیگندی تونی بیکاتال چون که بیشتر پیشتر قید کردم از جهتی همون پرابلموی قوازگی حجازوری که داشتن تونی بیکاتال فقط با ما همروش در دوری 17 چمپیونات و اگر اهمیت داشته باشید بعض از دوره 17 16 17 در وقتی که قسمی گذری شد قسمی فرض کردم که چمپیون در علاقه نیم شده بود دوری سیم سر شد دوری مرحله سیم سر شد در همون مرحله ما چند بازی رو پای در پای علاقه با غلبیت دوچور شدیم حتی با ما شانس پایدار شد که برای جای های نمایان مبارزه بریم همین لحظه خصوصا با بستگیت با دسته هم روش دادن تونی بیکاتل برای که بوزینگری چالوک است دلیر است چاقون است یعنی بو این هم شرطنامه پیش بینی شده است بو شرطنامه تو 2002 تا ماه ایون است شرطنامه شرطنامه دور است پس خوش وقت میروف در 25 وخوری شرکت کرده است و اینجا حالا خوش وقت میروف رو ما خواهیم دید که چگونه دستاورد دارد و همین درباره خوش وقت میروف هم شما چند سخن میگفتید چخیلی که مخلصان فوتبال متخصصون میمونن بسیار ناز گوو هستن دسته خطلون پیشتر وحش قرونتوی بسیار تا تکیه میکنه و بوزنگران جوان دست خوش وقت میروف یک بوزنگری هست که همین سال با از دسته پنشیر جلدین بلخی با دسته ما گزارش کرد و اون را نگفته نموند که در بازی های اولی که در جمعی فدراسیون فوتبال تاجیکستان و در بهارستان شده گذاشتن ما فقط او را دوره آموزش بود رو آموختیم و وقتی که تونی بیکاتال بازی کردن نتونست ما او را استفاده بردیم به خط دفاع و همچون یکی از بازینگران جوان بزرگ سایچو که مجبور شدیم از حالت مجبوری بود که این بازینگر را در خط دفاع استفاده بریم و درست باید قید کرد که وقتی که ما را در خط دفاع استفاده بردیم نتیجه نهایی موسم 2021 نشون میدهد که علاقه ما در روی درست هستیم برای اینکه خوش وقت میره یکی از بازنگران میشوند که در دوی موسم همین 2021 از همه بیشتر در میدان بود خوب این یعنی یک بازیافت شما در موسم سال 2021 است که تقریبا میبینیم 25 بازی گذرانیده است گفتیم علاقه شما داشت از همه این بازیافت همون بازیافت هایی هست که در دوم هر سال ما یکتا یافته میبریم از شما گفتنش ممکن است؟ از شما دیگر دستوی پرتواتر گفتنش شرطنامه دارد شرطنامه دارد؟ بله شرطنامه دروز است؟ تو خیلی موسمی بیست خب در باره بزرگ شما در باره سایچو بزرگ گفتید اوزو اولو سایچو بزرگ هم در موسم این سال خیلی زیاد بازی کرد 24 بازی این کم نیست یعنی تقریبا برابر است با همون بازیگری که اولو مرکو شما اگر اهمیت دوست باشه سایچو بزرگ این بازیگر خطی دیفو کنار چپ میدان بله یک چیز باید قید کنم که وقتی که بازی های جام فدراسیون فوتبال به انجام رسید در بازی نهایی با دسته استقلال با حساب 1-0 شکست خورد در میدان مرکزی شهر دوشنبه در دقیقه ایلوواگی با فکرم 93 لارین گل رو به ثمر رساند و دسته ما با حساب 1-0 شکست خورد و بعد همین بازی ها پیش از انجام بازی هایی که در جام لیگ تاجیکستان در بهارستان شده گذاشتن دسته ما رو عمرجان شریپوف بازینگری اساسی دسته پرویز اخونوف اینچون بوزینگ همچنین یکی از بوزینگرهای اساسی دسته بوزینگر خط دفاع خصوصا بوزینگر طرف چپ دفاع نورمات حسین دسته رو ترک کردن و بزرگ سایچون بوزینگر خط نیمه های بودن همینجا ما مجبور شدیم که همین بوزینگر رو گرفته در خط چپ میدان همچون بوزینگر خط دفاع آماده سازیم برای چمپیونات فردوس علی نظرف چی فردوس نظر علی نظر این بوزینگر تربیتگر خودمون هست سال گذشته در حالت احتیاطی بازی میکرد در حالت دوم بازی میکرد و او رو نیز ما تکلیف کردیم به خط مرکز دفاع با جای تونی بیکاتال و یک چیزی رو باید قید کرد که فیداس علی نظرف بوزینگر یونیورسالی است چون که در گوجه که یک پرابلم بود در خط مبین دفاع یا در خط مبین نیم حمایه مورا در اون استفاده می‌بردیم یک خصلت خوبی علی نظرف اون است که توپ رو از خط اوت بسیار دور می‌پرتوید با دستش و در موسم همین سال 7 گل پرتوست گلوور دور است 5 تای اون مخصوصا با پرتوی دست بله دو مرتبه بازیگری بهتری شد نه شاید سوابش این باشد البته برای که در بازی های حل طلب در بازی حل کننده از حساب همون پرتوفت های دسته ما استفاده برده گوه رو بسه ما رسندم باز کی رو قید کردم ممکن از در خط حمایه شما در خط حمایه هم کسی نمبر کرده هم دیگه اگون کسی هم 4-5 نفری که بودن 4-5 نفری که بودن دستان گیرومی دسته خطلون در موسم سال 2021 تقریبا از همه دسته ها کمتر 24 بازینگر رو استفاده برده است خوب نتیجه هایی که این دسته داده است چنین هستند
بو فایسکان در سه و خوری دو غلبه یک باخت، بو دوشنبه دو غلبه یک باخت، کلوب مرکزی ورش ارتش دو مساوی یک باخت، اسخطا دو غلبه یک مساوی، رفشان دو غلبه یک باخت، استقلال سه باخت، کوکتوش دو غلبه یک مساوی، خوجان دو باخت یک مساوی، استرافشان یک غلبه دو مساوی. یعنی تا می‌بینیم شما از پیشتفون استقلال در سه بازی مغلوب شدید و از خوجان در دو بازی. با دسته استقلال این سوم چهار بازی گذراندیم. یکم بازی در جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان بازی نهایی دسته استقلال در دقیقه 94 گل به ثمر رسوند. بله. این رو باید قید کرد که دو بازیگر اساسی دسته بود. دو بازیگر حملگر جان گاتین و همرو قلوف در این بازی شروع کردن نتونستند از حساب گرفتن کورت های زرد. و در موسم در چمپیونات دو بار 0 شکست خوردیم و گل اولی رو آنها از ضربه 11 متره به ثمر رسوندند. اگر خطا نکنم. اما حساب اصلا کلونترین در 6 بار 0. 6 بار 0 در همین بازی با استقلال است. دیگر از این کلونتر وخوری نبود که شما بخته باشه. بازی اخیرون با حساب 1 بار 0 به دسته استقلال انجام. بله. همین گونه است. خودجان هم دشوار بود بازی کردن. از این چی خلاصه برآوردن ممکن است. اگر که ما خواهیم که در آینده جاهای نمایی را اشغال کنیم، باید حرکت کرد که از اینجا معلوم میشه که با دسته استقلال، خودجان، کمیته ورزشی ارتش با همین دسته بازی را پرزور کرده از آن خال سیتون در کار. برای اینکه با فکر من دسته های رقیب پذیر همی ها هستند که مانع دسته های دیگران میشن برای خال های گران را به دست آوردن و برای در جدول نهایی جای نمو رو اشغال کردن. فکر من همین است که دیونه حرکت کردن از همین دستا خول سی تولدن در دراز. شما یک مقصد بود در سالی مفصول سال 2021 جای چند رو بگیرید؟ در سال 2021 از طرف روبریت سفاریز داشته شده که دستا باید در بین دستا های لیگ اولی موقع خودش رو پرزور کنند. خب یعنی در جای باز همون پنجم ایستوید. خب مگذاریم به خط میونه. اینجا هم خط میونه شما فوتبال بزرگ خیلی قابل دارید. بگیریم سورون افغانوف رو. سورون افغانوف امسال 19 بازی گذارم در رای دزای خطلون 6 مرتبه او رو ایواز کردید، یک مرتبه به میدان در آوردید. 1881 دقیقه بازی کرد، دو کارت زرد دارد، یک گل زده است، دو مرتبه بازیگری بهترین. گل های زده او کم نیستند به نظر شما؟ سورون افغانوف بسیار یک بازیگری چلوکی هست که در گلزنی همتون ندارد. نسبت سوربون افغان رو همه رو گفتنی هستم که در موسم گذشته سوربون یکی از بازیگرانی که بو از امید کلون داشتیم، خصوصا در خط حمله اگر رحمت داده بشه در بسیار بازی ها همون طرف راست یا طرف چپ که استفاده می برد بازیگری حریف رو بسیار در حیرت می گذاشت و در موسم سال گذشته او دو گل به ثمر رسوند و هفت پرتوفت گلوار داشت با ثمر رسون. هفت پرتوفت گلوار ولی در موسم این سال همگی دو مرتبه گل با ثمر رسون ولی یگان پرتوفت گلوار با اجرا نرسون. من همین رو تحلیل کردم، فکر کردم که سببش یکی از سببش در همون است که سوربون افغانی رو همین سال خط مبین نیم حمایت ما یکی از موقع بسیار پرابلماترین بود. برای اون که چقدر که پیشتر قرار کردم دو بازیگر خط مبین عمرجان امیدجان شریف و صفیالو نظرزاده از دست رفتن. بازی گذران امیدجان در حدیش مبین سه بازی بعد دوری سه اون دسته رو تر کردن و از همینجا خط مبین دسته ما علاقه پرابلم از سر شد و در اینجا ما مجبور شدیم که بسیارتر سوربون افغان رو استفاده بریم بعد خدای دو اوزوف را استفاده بریم. همین خیلی حالت شد که اونها همه وقت در یک موقع بازی کردن نتونستن. فکر میکنم که یکی از سبب اساسش هم بود که امسال سوربون افغانوف اون امیدی که ما از او داشتیم، اون چیزی که ما میخواستیم نسبت به دست آوردن نتیجه برای دسته اون به عمل رسوند، از همین سبب فکر میکنم که به همون نتیجه نهایی دلخواه مرسیده نتوانستیم. خدای داد اوزوقوف گفتید، خدای داد اوزوقوف ما چنین یک معلومات هم درباره این بازیگر داشتیم. چی بود این 21 بازی گذارند از دو بازی بیشتر؟ خب بسیار ایواز کردید خدای داد اوزوقوف هم 11 مرتبه، 3 مرتبه از کرسی ایتیوتی. این خدای داد هم یک کارت سرخ دارد اما دو گل زده است. خدای داد زوقوف بسیارتر در موسم گذشته لات برداشت، چند مرتبه لات برداشت، از همین لحاظ در بازی ها اشتراک کردن نتوانست و یک دو بازی وقتی که ما رو ایواز کردیم بسیار چیخی گم با یک احساسی داده شده بود همین از رامکا از معیاری که فوتبال باز باید در دوام بازی خودش رو نظارت کند
به نظر من همچون مربی از همین میویر کمی بر اومد. من فکر کردم که در دوم بازی کورت سرخ میگیرد، از همین لحاظ او رو ایواز کردم و سبب بیشتر در شروع بازی اشتراک کردنش همین است که در دوم بازی دو مرتبه لاتی واز می برداشت و بازی در بازی اشتراک کردن تمام نشد. خب ما دیدیم که اینچنین شما صفی الله نظرزاده رو استفاده بردید، بازیگر جوان هم هست و دست پروری مکتب شما است. و یک چیز رو قید کرد که در حیات دسته ما شش هفت بازینگر، این بازینگران می باشند که سن سالشون مطابق است با حیات دسته 23 ساله تاجیکستان. در اینجا قید کردم ممکن علی نظرف، فردوس نظر زوده، صفی الله، سنت الله، اسماعیلوف، ناسکف محمد، افغانوف، سوربون، تقوی زوده، بزرگ سید. خب نبل شما رو شد سنت الله بید یک بوره در بوره اینوهی که شما گفتید درست از سنت الله اسماعیلوف چی؟ سنت الله اسماعیلوف بازینگری هست که اگر شما اطلاع داشته باشید در حیط دسته نورسون جوانان به فکرم در تو دولت برزیلیا سفر کردن در بازی های نهایی جام جهانی اشتراک کردن و ولی یک چیز رو قید کرد که در وقت اشتراک در همه بازی ها از لحاظ شرکت بازی تجربه بازیش کمتر بود، چون در اونجا نسبت و رقابت پذیر بودن سویرف رستم اسلام زویرف برای همین با او مربیان کم باور میکردن با میدان برآوردن، ولی از سببی که مثلا پرابلمی که در دسته ما روبرو شدیم و نسبت حیات بازینگران و ما چند دوام در دوام موسم چند مرتبه با او شانس دادیم که خودش رو معرفی کند، از بازیاش رو سایقل دید و بود بازیایی که بسیار خوب برآمد کرد، ولی بازیایی که بود کمی ضعیف تر و خصوصا بازی در جام تاجیکستان با دسته رگر تا دست که بازینگر بهترین شد در همین بازی خطری کرد، سه گل رو به ثمر رسوند، ولی یک کمبودیش در اون است که فکر میکنم حالا جوان است و سابقه کاری پرکتیکا کمتر تجربهش کمتر است و در آینده امید داریم از سنت الله اسماعیلوف که یکی از بازینگرهای بهترین میشود در چمپیونتی ما. شما در باره لیگنرهای دستتون گفتید لکه هست، اما اونجا اصلا بیشتر جنگتن مثل دروازه‌بانتون در میدان بود، اما این لیگنرها چی برتری داشتند؟ ما اینجا شما رقم 11 رو میبینید که این جنگتن است، 19 بازی گذرونیده است، خوب 3 گل زده است، 2 کارت زرد، این لیگنر هم یک کارت سرخ دارد، یک پنالتی رو نزده است، دو مرتبه بازیگر بهترین. جنگتن رو ما بسیارتر استفاده میبریم در خط موبین نیمه حفیظت و بسیارتر بیشتر در خط حمله. او بسیار یک سرعت تیز دارد و برای یک با یک وقتی با حریف موندن برای گرفتن دشواری ندارد، ولی یک چیز باید قید کرد که او اگر گل هم کم به ثمر رسونده باشد، ولی از جهتی از همون حالتهایی که او همون موقع رو استفاده این برد آزاد میکند برای هم دسته هایش، خصوصا برای نوردین هم رو قلوف یا که برای اوزاخ خدای داد، بعد داری دویم با پرویز دخونف اومده، برای اونها بسیار موقع رو آزاد میکند از جهتی که حریف به او توجه میکنند، از همین بازینگر هم دسته استفاده بده گل بسانه است یا که پرتوفای گل آور دارد، وقتی که در محاربه با بازینگر خط دفاع حریف بسیار یک چلوق چقون است. بعد اومدن عمر جون شریفوف کمی دیرتر اومد، در بازی های اولی شما نبود، کمی هم باشد بازی مجروی نوی خودو گرفت، همین طور گفتم ممکن است؟ عمر جون شریف البته با دسته همراه شد، ولی پیش از همراهش نست با کم تا لب برداشت، یک دو بازی اول در حیات بازی اشتراک کردن نتوانست، اولین بازی که با ما اشتراک کرد در دسته با دسته کمیته ورزش ارتش در قسم دویم برآمد، از همون جا علاقه معلوم بود که تجربه بازیش کم است، لیکن باید اچ رو قید کرد که اوستا اوستا زینه با زینه تو آخر موسم عمر جان شریف کمی از جهت مهارت ورزش بلندتر شد، کمی که با خود باوری حس کرد، ما نیز باوری حاصل کردیم. اگر اهمیت داشته باشید عمر رو به نظر گیریم در بازی های آخر موسم علاقه از طرف عمر جان شریف چهار پرتوت گل آور به وجود، این همش فقط در بازی آخر موسم همین شهادت میدهد که اگر بر وقت به ما همراه میشید فکر بکنید که فایدهش به ما بوسن بیسوتا میرسید. در باره طاهر جان تقوی زاده حالا چیزی نگفتیم، این هم بازیگر جوان است، 19 بازی 2 گل زده است، 2 مرتبه بازیگری بهترین. تقوی زاده وقتی که ما رو با دسته تکلیف کردیم از دسته لیگ اولی جمهوری تاجیکستان در دسته حسلت فرخود فعالیت میکرد، وقتی که ما با دسته تکلیف کردیم در وقتی همون بازی های اولی موسم بسیار خودش رو نقض نشون داد، از طرف چند مرتبه گل های پرتوفای گل آور رو به ثمر رسوند،
худ низ голҳои заруриро ба дастар ба самара расон, хусусан вақте ки дар сафар бо дастаи равшан бозӣ мекунам, агар хато накунам дар ҳисоби 1-1 будан дар охири қисми охирҳои бозӣ голи ғалабаворо ба самара расон, инчунин ба дастаи иста равшан гол ба самара расон ва дар моҳи аввали мавсим ин сола бисёр бисёр як фоидаи бисёр ба дастаи расон, вале мутаассифона оста оста намедонам чӣ таъсир расон ки он бозие ки тағоизда дошт ҳамун бозиашро остоста аллакай нишон дода натавонист. Баъд мо маҷбур шудем киро ба курсии эҳтиёти шинонем ва дар ин мобайн боз бозингаро ки проблема доштанд аз ҳуҷҷат аз ҷиҳати аз сабаби ҳуҷҷатҳошон ва лад бардошта буданд онҳо низ ба даста ҳамроҳ шуданд ва як чӣ гӯям рақобатпазирӣ ба вуҷуд омад ва мо маҷбур шудем ки тағоиздоро ба курсии эҳтиёти шинонем. аз ҳамин ҷиҳат каме дар бозиҳои охири мавсим он талаботе ки нисбати ӯ мо доштем аз додаи ҳамон баромада натавонист. нишонзани беҳтарин шумо Нуриддин Ҳамроқулов аст. бале дӯстони гиромӣ, Нуриддин Ҳамроқулов дар ҳақиқат як бозингаре ҳаст. мо хуб медонем бародари ӯро ки ҳоло дар куҷо аст ё бозиро ба анҷом расонид. Ахтам Ҳамроқулов амрико будан нам назиқати гашта омадам футболро баз кард. хуб ин Нуриддин аз бародари худ Ахтам Ҳамроқулов чӣ фарқ дорад? ӯ ҳам дар голзанӣ ҳамто надошт. нисбати Ахтам Ҳамроқулов ҳамиро гуфтанеам ки соли аввале ки 2005 мо дастаи ваҳш қуронтиба қаҳрамони тоҷикистон шуд, Ахтам Ҳамроқулов агар хато накунам бо 12 гол зарбазани беҳтарин чемпионат буд ва фарқият ҳам надорам гӯям агар мешавад, фақат ҳамин аз ҷиҳати тану туш Ахтам Ҳамроқулов каме бузургҷуса буд, каме бузургҷуса буд. аз ҳамин ҷиҳат вай тӯбро нигоҳ дошта метавонист бо нигоҳ дошта метавонист бо танаш ҳамин қадар фарқият дошт. вале Нуриддин Ҳамроқулов ҳамоле ҷавон аст фикр мекунам ва мавсими гузашта агар дарё дошта бошед ӯро ба қувваи мусаллаҳ бурдан дар сафи хизмати ҳарбӣ буд, ҳамиам ба чӣ гӯям ба бозии камта таъсири худро гузарон ва ин сол чиқиле ки шумо гувоҳ ҳастед, Нуриддин яке аз бозингарони зарбазани беҳтарини дастаи мо ба шумор меравад. 9 гол ба самар овардааст, беғарз аз 9 голи ба самар расондааст, бо Нуриддин Ҳамроқулов 4 партофти головарам дорад дар худаш. се маротиба бозингари беҳтарин, ин натиҷаи хеле беҳтар дар дастаи шумо аст. албатта ин аз кӯмакҳои ӯ ҳаст ва бояд гуфт ки ҳоло шумо ки гуфтем шартнома бастед, кадом бозингарои навро ҷалб кардани ҳастед ба дастатон? албатта ин сол мо шартномаи нав бастем бо дастаи хатлон ва дастаи хатлон дар шахсияти роҳбарият муҳтарам Исроил Шарифов дар назди мо вазифаҳои баланд гузоштаанд, барои он ки даста он ҷазобият, он анъанае ки пеш дастаи ваҳши қурунтиба дошт, мехоҳем онҳоро баргардонем. барои ҳамин истифода аз ҳамин роҳбарият ва корҳоро ба само расонда истодан барои беҳтар кардани шароити футболбозон муробиён ва барои ҳамин дар мавсими сола дар назди мо супорӣ гузоштаанд ки мубориза барем барои ҷойҳои намоён, барои ҷойҳои намоён ва дар ин санд албатта кор карда истодем якҷоя ва мехоҳем ки он ҳайате ки мо доштем, мехоҳем онҳоро дошта истем ҳам бозингароро ва ғайр аз ин як 4-5 бозингари бомаҳорат барои иҷро кардани он супоришҳое ки дар назди мо истодааст таклиф кунем, барои он ки натиҷа нишон медиҳад, таҳлил худ нишон медиҳад, 2 соли охир даста фақат дар ҷои 5-ум қарор дорад ва аввали мавсимро даста бисёр хуб оғоз мекунад. то охирҳои қариби ба мавсим ба анҷом расидан дар яке шанс дорад барои ишғол кардани ҷойҳои намоён. ҳатто соли гузашта мо то бозии ниҳоии ҷоми тоҷикистон мубориза бурдем ва таҳлил нишон медиҳад ки 2-3 бозингари бомаҳорат барои мо намерасад, барои дар вақти зарурӣ ҳамон супоришҳое ки дар насли мо истода аз додаи онҳо баромадан. барои ба хулосае омада ки 3-4 бозингари бомаҳорат ба даста таклиф кунем. дар мадди ё худ зери назари шумо кадом бозингаро истодаанд? ҳастанд, албатта моро гуфта наметавонем ва албатта кор бурда истодем дар рӯзҳои наздик ин кор ҳалли худро меёбад. ниҳоят мо тақрибан ба поёни он ҳунарнамоие ки дар мавсими соли 2021 хатон дошт расидем. чизе ҳаст ки мо нагуфтем ва ё худ чӣ мушкилиҳое буданд ки масалан мо ёд дорем 2 соли охир мушкилиҳои молиявии дастаи хатлон хеле назаррас буданд, мо инҳо борҳо гуфтаем. ҳоло ин мушкилӣ бартараф шудааст? мушкилиҳои асосӣ ки дар назди даста буданд мушкилҳои молиявӣ аст ва мушкилҳои кадрӣ.
وضعیتی مشکلی های مولوی رو برقرار کردن، برطرف کردن، چکل پیشتر قید کردیم، رهبت دسته در این سمت کار کرده استودن و با تشبوس و دستگیری حکومت محلی دولتی شهر بختر این سال بودجه دسته خطلون باز بسیارتر کرده شد و اون روانه میگردد برای بلند کردن معاش فوتبال بازان و سطح زندگی اونها و نسبت مشکلی های کادری باشد. البته گفتشنو رفته استودن در روزهای نزدیک خیلی که گفته گذاشتیم حرکت میکنه که اینها رو برطرف کنیم، چون که به نتیجه نظررس رسیدن این دسته این از یک سرمربی وابستگی ندارد. اینجا باید ستاد مربیان، خود فوتبال بازان، رهبریت دسته باید همه کسا سرجام شده برای حل مشکل ها باید یک راه عمیق و دقیق رو استفاده برده و با اون سمت فعالیت کردن در کن. تشکر زیاد. برنامه گرد یک دسته پیش از آغاز موسم سال 2022 باز با شما یک برنامه مکمل رو از خود ورزشگاه پختکار شهر بختر تهیه خواهد کرد. دوستان گرامی، این بود اون چیزی که ما می‌خواستیم درباره دسته خطلون از برد بخت، از کمبودی ها، از بازیگرانش گفته باشیم. در همین جا برنامه گرد یک دسته رو به پایان می‌رسونیم. باقی سیادمند و پیروز باشید و شما نیز به شما موفقیت. دسته خطلون رو بگذار به یک دسته تبدیل دید که مثل سالهای پیشین فقط مبارزش برای جایهای افتخاری باشد. هر دوستان گرامی، شاد و پیروز بمانید و خود را احتیاط کنید.